دوستا دوباره برگشتیم در ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا اینجا ما را همراهی میکنید و برنامه ما را تا آخر تعقیب میکنید. خب دکتر صاحب میشه در رابطه با چاقی و رژیم بگین که خود چاقی و رژیم گرفتن چقدر رول داره در امراض قلبی؟ خب به خاطر که وقت برنامه محدود نباشه، مسئله چاقی، رژیم، در ضمن از فعالیت های فیزیکی، فعالیت فیزیکی، بله. تمامش می خواهیم بیان کنم که باید شرایط وقایعی را ما بتونیم خودمون در وضعیت خود به خاطر وقایع امراض قلبی پیاده بسازیم. بله. حالا بحث روی ازی است، هرگاه در نزد یک فرد فاکتورهای خطر امراض قلبی موجود بوده، از جمله بتونم سال چاقی. بله. یک حالت وجود داره، معیار وجود داره که به اساس از این ما سنجش میکنیم که وزن یک فرد معیاری هست یا نه، به نام باری ماس اندکس یا بی ام آی یاد میشه، طوری که وزن یک فرد به کیلوگرم محاسبه میشه تقسیم مربع قدش. مثلا یک فرد هست 200 کیلوگرم، 200 کیلوگرم قدش از 2 متر بر 2 مربع، بله. 400 تقسیم 2 مربع که 4 میشه، 400 تقسیم 4 مربع به تقریبا 150 کیلوگرم، بله. بر متر مربع. بی ام آی استاندارد یک فرد بین 18.5 تا 24.9 کیلوگرم بر متر مربع باید باشه. اگر بی ام آی یک فرد هر قدر که از 25 کیلوگرم بر متر مربع زیاد شده میره، اما قدر خطر امراض قلبی و و و فشار بلند و بله. شکر پیش از اینا افزایش پیدا کرده میره، بنابراین یک فرد باید وزن استاندارد به خود اختیار کنه، خصوصا چاقیایی که شهم در ناحیه شکم جمع شده باشه که به نام اندروید اوبسیتی میگن، شهم در ناحیه شکم و در ناحیه کمر جمع شده باشه. چاقی ناکمانند، بله، چاقی سیگمونند، سیبمونند بالکل، و در این نامخدا ساز تا ترین شده میره، بله، و بله. در پلی از او فعالیت فیزیکی را هیچگاه یک فرد باید از نظر دور نمونه، چون فرد که فعالیت فیزیکی نمیداشته باشه طبیعی پیش از این استازس موجود میباشه و استاز خودش باعث آسیب و جراحات اندوتریل میشه. هر فرد باید حد اقلش به مدت 150 دقیقه در هفته یا به بیخی خوبش اگه باشه 300 دقیقه در هفته، بله. و یکی اگر ترام نمیتونه 30 دقیقه در روز و اکثر روزهای هفته را باید فعالیت فیزیکی در هوای آزاد داشته باشه، نه فعالیت های بجایی که در کلاب های بادی بیلدینگ و بادی پوفاک این مسائل یا دنبال قلق و پایان کو قلق و پایان کو، بله. بعض اخص ممکن است مشکلات دیگر ایجاد کنه، به میخاطر فعالیت های فیزیکی که به صحت ضرورت مفید باشه مثل ایروبیک اکسرسایز ها، دوش کردن، فوتبال کردن، به مثال قدم زدن در هوای آزاد، اینا همش ممکن است به وضعیت شما فایده مند باشه. یعنی یک مواد به خیر هوا خوب منظم به خاطر ورزش ها میشه، بله. و ما هم کوشش میکنیم اکسرسایز ها سرش یک ذره تاکید کنیم که می سکس پاکا رو پاس جور کنیم. دیگه موضوعی که هست عبارت از این است که استرس فول، شرایط استرس بار در شروع برنامه برش تاکید کردم که شرایط استرس بار طبیعی است که به طور مثال برای صحت یک فرد رول می داشته باشه. این شرایط استرس بار نظر به کرات کتاب برانوال کاست به دو بخش تقسیم میشه، طوری که واقعاتی که استرس هایی که به شکل حاد ایجاد میشه، استرس هایی که به شکل مزمن است، یک فرد به شکل طولانی مدت مثلا به طور مثال دپرشن داره، انزایتی داره و به طور مثال پی تی اس دی می داشته باشه، یک فردی که یک دفعه یک تشوش پیش ایجاد میشه. ببینید که مثلا خصوصا بعد از معامله سپتامبر که یک آمار در کتاب برانوال ذکر کردن، بعد از معامله سپتامبر که در امریکا صورت گرفت، 3 سال از این شیوع امراض قلبی تقریبا حدود 4.2 چند افزایش پیدا کرده بود. و عین شکل به طور مثال یک فردی که یک عضو فامیلش میمره یا شرایط فوق العاده استرس بار انگار، ببینی که مثلا یک فرد است خطر امراض قلبی داره، فشار بلند داره، سر یک بچه خود قار میشه اکثر اوقات در 2 ساعت بعد ممکن است حملات قلبی رو اینا تجربه کنن، بله. بنابراین قهر به جای، غضب به جای و در پلی از شرایط استرس بار اینا همش ممکن است باعث شود تا در نزد یک فرد خطر امراض قلبی ایجاد شود. چرا؟ این یک باعث افراز یک سلسله مواد کاتکولامینا میشه، نورادرنالین آزاد میشه، در پلی نورادرنالین به صورت کورتیزول آزاد میشه، فشار یک مریض بلند میبره، ضربان قلبش بلند میبره و در نهایت امر حالت التهابی را به وجود میاره. بنابراین باید از استرس ما خود دور نگاه کنیم، از استرابات باید خود دور نگاه کنیم، از سردگی را بر خود جای نته، مگر حادثه ایجاد میشه کوشش کنیم تحت مدیریت خود قرار داشته باشیم و خشم خود زیر کنترل خود داشته باشیم، بله. خشم زیر کنترل داری یا نه فرشته جان؟ بله، به مخاطر باید آدم بیشتر ریلکس باشه، بیشتر ریلکس آرام هستم. خوب بهتر مثال اینجا خب ما ریلکس هستیم، ولی در خارج من ممکن است یک آدم تند باشم، ممکن امیدوار هستم که عادت حالت ریلکس بودن در کل زندگی تو کن فرما باشه، بله. نه ای که تنها میرسانه، نه خیلی دکتر صاحب من همیشه یعنی هم در برنامه و هم در غیر از برنامه من اونم مقدر باقی ریلکس که هستی طبیعی است که به طور مثال به امراض قلبی کمتر مساعد بشی، بله. بنابراین این فاکتورها را هموطنای گل ما باید مراعات کنند، در پلیز رژیم غذایی باید هیچ گاه از نظر دور نمانه، اونایی که به طور مثال نمک زیاد استفاده میکنن، اونایی که بوره زیاد استفاده میکنن، از شیرنی باب زیاد استفاده میکنن، جای مختلفی که به نام احمد و محمود و قلبی و مقصود در بازار است، اعلان های به طور مثال و اشتهارات تجارتی است که ایران فایده داره، مچومیت تو میکرویت میکنه، هر کدامش هیچ چیز نداره به اسنای 3 گلاس بوره، ممکن است خطر خطر امراض قلبی را زیاد بسازه، خطر به طور مثال مواد مصنوعی که در ترکیب داره خطر سرطان ها را بیشتر میسازه، خطر به طور مثال ممکن است فشار بلند و شکر اینا را افزایش بده، بنابراین تمام اشتهارات تجارتی و هیچ نوع فایده در دنیا ثابت نشده و حتی در دنیا به شکل مثلا مواد غیر قانونی مورد فروش قرار میگیره، تابلت های مختلفی که در بازار مطرح است که علا چاق کننده و لاغر کننده و بلند کننده، پخچ و قطع کننده، قدی مسائلی
تمامش اشتهارات تجارتی سم وطن عزیز کلش انسان توکر تکه و پرخچه میکنه بله. هر کس که استفاده میکنه باز دیگه پاداش و تاوانش رو خودش بپردازه. بنابراین رژیم غذایی درست باید هم وطن عزیز ما مراعات کنن، نمک در غذای خود کم کنن، بوره در غذای خود کم کنن، غذاهای بهتر مثلا فاست فود زیاد استفاده نکنن. پیزا بله. خودتام هفته یک سه چهار دفعه من میفهمم که ترای میکنی بگوی نگوی به می خاطر در پلی از این چیکن وینگز این مسائلی های که هست برگرای مختلفی که استفاده میشه بله. فاست فود یا تمامش ممکن است بهتر مثلا شویی امراض قلبی را بیشتر بسازه، استفاده شحمیات حیوانی را به خصوص مسکه و قیماقی مسائل یک ذره کمتر میسازن، شحمیات نباتی اگه استفاده میکنن و هم در حد نرمالش باشه، تمام فاکتورا را که ما پیاده کنیم ممکن است از ایجاد امراض قلبی خود را پروینشن و وقایع کنیم. تشکر دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، خود تغذیه زمانی که مادران که در جریان حمل هستن زمانی که اینا تغذیه میکنن چقدر اینا وقایه میکنن امراض قلبی؟ دقیقاً رول تغذیه در تمام واقعات ثابت شده. مادرایی که به طور مثال تغذیه خوب در جریان بارداری میداشته باشه، اینا افراد سالم نوزادای سالم را به دنیا میارن، اینا به صورت عموم جنینای را با یک وزن مناسب در رحم خود رشد میدن. طبیعی است که اینا تکامل عقلی درست میداشته باشن، تکامل به طور مثال جسمی درست داشته باشن و از امراض مختلف به طور مثال اینا با تغذیه درست وقایه میشن. یک مادر در جریان بارداری باید غذای مناسب را استفاده کنه. اون مادرای که اندر نوتریشن هستن درست تغذیه نمیشن، یا به اساس فاکتورهای عنعنوی یا به اساس فاکتورهای اقتصادی و یا که به طور مثال خود مادر درست تغذیه نمیشه. مشکل اقتصادی نداره، ببینی که به طور مثال در بین پول وجود داره ولی غذا درست استفاده نمیکنه. این طبیعی است در پولی که برای خود آزار آسیب میرسونه، ممکن است به طور مثال آزارها آفت و دفکت به خاطر جنین هم وارد کنه. بنابراین هموطنای عزیز ما در صورتی که می یا مادرایی که به طور مثال حامله هستن از غذای مختلف استفاده به عمل بیاره، غذایی که به طور مثال موثریت داشته باشه. مثلا نان خشک چی فایده داره؟ هیچ یک نشایسته است. غذای استفاده شده که در ترکیب منرال داشته باشه، ویتامین داشته باشه، در ترکیب کاربوهیدرات داشته باشه، پروتئین داشته باشه، شام داشته باشه، تا اینکه تمام ضروریات بدن را و منرال ها را تکافو کرده بتونه. چرا تقاضا در جریان بارداری به خاطر مواد افزایش پیدا میکنه، آهن دیمند زیاد میشه، کلسیم دیمند زیاد میشه، تمام از اینا باید تامین شوه. هر فردی که به صورت درست تغذیه شوه از خطر امراض قلبی، سکته مغزی و در پلی از به طور مثال آفات مختلف دیگه قلبی که وجود داره، از مرض دیابت یا شکر، تشوشات پانکراس، رشد تکامل درست عقلی بله. مادرها در صورتی که تغذیه داشته باشن و رشد تکامل جسمی نوزادایشان میداشتن بله. بنابراین تغذیه در جریان حمل باید به صورت درستش مراعات شود. سپاس دکتر صاحب. خب در اخیر هم بگوین که چگونه میتونیم تداوی بکنیم؟ هنوز خب مرض تحسس نکرده، ما شما امروز بخیر در سر تداوی از این صحبت نمیکنیم. باز هر کدام از این جداج در مورد بحث قرار میگیره، چگونه وقایه بکنیم دکتر صاحب؟ صحبت کنیم در مورد وقایش پروینشن به خاطر که از امراض قلبی یا می فاکتورهای ریسک فاکتور ما در خود نتیم جای عبارت از است. من حیث یک آدم عادی جامعه ما از این بابت کوشش میکنم وزن ما کم کنم، یکی وقایه کردم خدا، دوم بتا مثلا فعالیت فیزیکی معتره اوش میکنیم، معتره مفروشیم، به پیاده قدم میزنیم، روزمره 30 دقیقه دو فاکتور اصلاح کردیم. تنباکو و سیگارت یارا الحمدلله ما استفاده نمیکنیم. دیدم تو راست میگم استفاده نمیکنیم کار وطن ما نگه به خاطر اکثر دکتر صاحبم سیگارت استفاده میگه. دکتر قلب کلاگی میگه سیگارت نزن، خودش سیگارت کش میکنه. دکتر هاضمه به طور مثال کلاگی میگه چکنی و ترشی نخور، اثر نان که ترشی و چکنی نبود نان نمیخوره. ولی ما رقم راستی به طور مثال تنباکو و مسائل یا از ما دور از آلودگی اوار یک ماسکک برای خود میگیریم دیگه راه حل نداره. کل افغانستان خود ما پاکدا نمیتونم. در پلیس استفاده نمک کم میکنیم، در پلیس استفاده نمک استفاده بوره را سب کم میکنیم. شحمیاتی که به طور مثال در ترکیب خود شچوریت فد یا شحمیات نباتی داره اود سب استفاده نمیکنیم. استرس خود ما هیچ وقت به خود جای نمیتیم، همیشه میتودای آرامش به طور مثال میتودای که خود آدم بتونه کنترل کنه کوشش میکنیم کور پیاده بکنیم و در نهایت امر فشار بلند اگه داشته باشیم فشار ما صورت درست کنترل میکنیم، چربی خون خود به استفاده از فعالیت و پریز کنترل میکنیم و در نهایت ما میتونیم که از امراض قلبی به صورت درست خود وقایه و پروینشن کنیم. و اگر یک فرد از یک طرف نمک خورد صاحب، از یک طرف فعالیت فیزیکی نداشت، از یک طرف چاقی پیش موجود بود، از یک فشار موجود بود، از یک شرایط استرس بار را داشت، این باعث میشه تا امراض اسکمی قلبشون بیشتر سریعتر و در نهایت هم دسینین کمتر تحسس کنه. بنابراین بدون شک صحت ثروت نیست، بلکه صحت چیز فراتر از ثروت است. باید ما در نظر داشته باشیم تا اینکه خدای نخواسته از شیوع امراض قلبی خود را وقایه و پروینشن کنیم. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. بیننده های عزیز، در پایانی برنامه هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که ما را همراهی کردین، برنامه ما را تعقیب کردین و شما عزیزان هم میتونین تکرار برنامه را هم تماشا بکنین و در کانال یوتیوب هم میتونین تعقیب بکنین برنامه ما را. و یک دوست ما که تماس گرفتن گفتن مشکل داشتن در می خود چینل شبکه، اونا میتونن در می تاویدشون تبدیل بکنن و یعنی میتونن برنامه ما را تعقیب بکنن. و سپاس از شما خوبان که تا اینجا ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر و یک روز دیگر، شما عزیزان به خداوند مهربان مسپارم. بدرود.